گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد، با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه این هفته گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و حدوداً با همکارم امیر درخشان 50 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود در طول کل برنامه. در قسمت اول برنامه گفتگوی رادیویی رو که با خانم مری آپیک، هنرمند کشورمون، هنرمند سرشناس و فعال کشورمون داشتم، اون رو با شما در میون میگذارم. با هم مینشینیم پای صحبتای ایشون و گوش میدیم صحبتای ایشون رو. و در قسمت دوم برنامه با آقای دکتر محسن میلانی، پروفسور محسن میلانی خواهیم بود که معرف حضورتون هستن و نیازی به معرفی ندارن. آقای دکتر میلانی چند بار در برنامه گلگشت محبت کردن و این افتخار رو به من دادن که در خدمتشون باشم. فرمایید که این برنامه نمایشنامه خر رو کجاها بردید و آیا تو لس آنجلس هم خواهید بود یا نه؟ بله، ما میدونید که 30 سالگرد نمایشنامه خر هست. بله. که ما در سال 1983 با آقای صیاد اولین نمایشنامه بود که خارج از کشور آغاز کردیم، با موفقیت بسیار و حدود 400 اجرا در تمام دنیا داشته. این 10 سال گذشته یکم خاموش بوده و الان 30 سالگردش رو با روحانی های متفاوت در دانشگاه هایی که معتبر هستن و از ما دعوت میکنن، مثل استنفورد، مثل دانشگاه ویرجینیا، مثل UCLA که حدود یه ماه پیش بود و دیشب هم در دانشگاه ساکرامنتو UC دیویس انجام شد با موفقیت کامل. بسیار بسیار خوشحالم که میتونه این نمایشنامه صدای خودش داشته باشه و آقای صیاد هم اسمشون گذاشته خرخانی، بنابراین دوره خرخانی هستیم الان و خیلی موفق بود و امیدوارم که دوباره در UCLA باز دوباره اجرا بشه و هموطنانمون بتونن در خود شهر لس آنجلس که من سالیان سال زندگی کردم باز دوباره به استقبالش بیان. خانم آپیک خیلی ممنونم. من مختصری راجع به فعالیت‌های شما صحبت کردم. دوست دارم از زبان خودتون بعد از اینکه از ایران خارج شدید، خب فعالیت‌های شما در ایران با آقای پرویز صیاد، بعد وقتی که به خارج آمدید اینجا همینطور ادامه داشته و هیچ وقت قطع نشده. می‌خواستم یه توضیحی راجع به فعالیت‌هایی رو که از اون موقع تا الان انجام دادید از زمانی که از ایران بیرون آمدید بفرمایید، بعد خیلی کوتاه اگر دوست دارید به این موضوع اشاره بفرمایید که ما بپردازیم به موضوع اصلی، یعنی کشتار ارامنه که شما همت هم کردید و جلسه ای رو ترتیب دادید که ما از زبان خودتون خواهیم شنید تا جوش. بله، من وقتی که خب فعالیت هم مشخص بودم، مثلا یک ستاره جوان، من خیلی جوان بودم که آغاز کردم به خاطر نوجوان درست، به خاطر اینکه مادر من یکی از پایه‌گذاران تئاتر و سینما و تلویزیون در ایران بودن و خب من همه جا همراهشون بودم. بعضی وقتا من حتی گفته میشه که من لای پرده های تئاتر به دنیا آمدم، بنابراین خب هیچ نوع چاره دیگه ای نبود که این باشم که امروز هستم به عنوان یک بازیگر. تحصیلات هم در زمینه موسیقی بوده و پیانو و باله از هنرستان عالی موسیقی در ایران، ولی خب همزمان بسیار فعال در تئاتر و تلویزیون تا 18 سالگی. وقتی انقلاب شد و من خارج شدم از ایران، اینجا خب چند سال اول که مشخص نبود که چه خطی رو میریم، مثلا کجا میریم، بعضمون روشن نبود به عنوان ایرانی، به عنوان مهاجر. و بعد از اون آقای صیاد که آمدند به امریکا، ایشون در نیویورک بودن و فیلم فرستاده رو ساختیم و بعدش فیلم چک پوینت رو ساختیم به همراه هم و همچنین نمایشنامه خر که یکی از آغاز گران تئاتری خارج از کشور بود شروع شد و استقبالی که هموطنان ما کردن موجب شد که ما اینو همه جای دنیا ببریم. خانم آپیک همزمان با اون من برنامه تلویزیونی ممتد اون توی دوره 80 با آقای پرویز صیاد داشتم. بله. برای مسائلی که در ایران بود و پروداکشن های خیلی خیلی خوبی داشتیم در تلویزیون
و بعد از اون در فیلمی به اسم On the Wings of Eagles نمیشه کنت فوله. بله. باز با آقای سیاد در MVC کار کردیم. بعد از اون همچنان ادامه کار با تئاتر بود و من کاری برای بچه ها انجام دادم، قصه پری در جنگل و گوهر شب چراغ که کاری بود کارستان. هیچ وقت فکر نمی کردم که این کار دشواری باشه. کار کردم برای بچه ها، برای اینکه فانتزی بچه ها رو ازاد کردم. کار ساده ای نیست و من هم دیزنی نبودم، من می دونید تازه این آغاز کردم، پسرم به دنیا آمده بود و خیلی می خواستم برای فرهنگ ایرانی و بچه‌ای که خارج از کشور خصوصا بزرگ میشن یه خط ارتباطی فرهنگی به وجود بیارم از طریق فانتزی پری و نمیدونم حیوانات مختلف و اینها، که خیلی خیلی اون کار موفق بود. البته خیلی ضرر بود برای من، برای اینکه توی مارکت ایرانی همه رو کپی کردن و فروختن و بردن، ولی خب از نقطه اینکه بچه‌ها ازش بهره برداری کردن و خانواده‌ها ازش بهره برداری کردن و صدای موسیقی به اصطلاح و الفبای فارسی و شماره های فارسی و متل های قدیمی فارسی رو که من موزیک روشون گذاشتم و کار کردم با یه عده از دوستان بسیار بسیار عزیز و نازنین و هنرمندان بسیار ناب کشورمون که اینجا بودن در لس آنجلس. و بعد از اون هم همچنان نمایشنامه در پوشید حجاب رو من نوشتم و به زبان انگلیسی که با مادر اونو اجرا کردیم. فعال بودم در زمینه کار زنان و توی کنگره امریکا بودم و تستمونی دادم برای زنان ایرانی و مملکتمون برای اتفاقاتی که واسه شون داره میفته که عادلانه نیست در از این 30 سال گذشته و وضعیت وخیمی که داشتند. نمایشنامه در پوشش حجاب به زبان انگلیسی من نوشتم که در کنیدی سنتر و لینکن سنتر و خیلی از مراکز بسیار مهم تئاتری دنیا نمایش داده شده تا به حال. خدمت نرس کنم و من خیلی تو کاره گروه بشر بودم، برای ارامنه بسیار فعال بودم، از سر فیلمسازی مستند برای بازماندگان کسانی که شواهد بودن و دیدن به این فجایعی که رخ داد، جلو چشمشون پدرشون مادرش می بکشن از بین ببرن و اینا فیلم هایی بوده که ما اینا رو تهیه کردیم از طریق یه گروه غیر انتفاعی و الان هم در زیر چتر دانشگاه USC از طرف استیون سپیلبرگ در شوآ داره اونو ازش حفظ میشه. همینطور کارهایی که بیشتر، ولی کار اصلی من یعنی با قلبی که من دارم و حساسیتهایی که دارم در زمینه کارهای زنان بوده و مسئولی که زنان باش مواجه شدن خصوصا در ایران مملکت که درش به دنیا آمدم و همچنین ممالک دیگه. و نمایشنامه هم یک بهانه‌ای بود در پوشش حجاب با وصف اینکه جایزه منتقدین تئاتر لس آنجلس رو گرفت در زمان خودش در سال 2005، بهانه‌ای بودش که ما بتونیم این صداها رو به عرش برسونیم، صداهایی که مهم بود که شنیده بشه در دنیای امریکایی. درود به شما خانم آپیک و مخصوصا اون برنامه حجاب شما با مادر خیلی سر و صدا کرد و فوق‌العاده مؤثر و جالب بود، مثل بقیه کارهایی که انجام دادید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. در زمینه کشتار ارامنه، من میدونم که شما جلسه ای رو در منزلتون آقای دکتر بابکنیا اینجا اعلام کردن از طریق این برنامه که برگزار خواهید کرد. اولا توضیح بدید که همگان میتونن بیان شرکت کنن در این جلسه یا خیر، و بعدم توضیح راجب کشتار ارامنه بدید و آگاه بکنید شنوندگانی رو که ممکنه مثل من در این زمینه آگاهی زیادی نداشته باشن. بله، ما وقتی که در ایران بودیم، خب در زمان خودش به دنیا اومدیم و این مسئله زیاد مسئله‌ای نبودش که اونجا رجبش حرف زده میشد. البته هیچ اشکالی نداشت که رجبش حرف میزدید، ولی مشخص نبود اصل تاریخی که چه اتفاقی افتاده. من وقتی به امریکا آمدم از طرف آرمینین فیلم فاوندیشن که گروه امریکایی ارمنیست از من دعوت کردن که من جزو هیئت مدیرشون باشم و کمک بکنم برای فاندریزینگ هایی که ما بتونیم این فیلم ها رو ادامه بدیم. و فیلم هایی که تهیه شد خیلی باید با عجله تهیه می شد، برای اینکه کسانی که در 1915 10 سالشون بود یا 9 سالشون بود یا 11 سالشون بود که مشخصا به یاد داشتن که پدر مادرشون چه شکلی ترکیه عثمانی و دولت عثمانی از بین برده، اینا داشتن از بین می رفتن.
این داشتن از مثل سنی دیگه به جایی میرسن که واقعا دیگه وقتی نبود. بنابراین ما خیلی زود تندسری دنبال این اشخاص میگشتیم که پیداشون بکنیم، که پیدا کردنشون مشکل‌ترین کار بود همه جای دنیا. و بعد این آقای دکتر مایکل هاگوپیان که الان فوت شدن متاسفانه، ایشون میرفتن و فیلم اینا رو میگرفتن که بالاخره یک صدایی باشه از قتل‌عام ارامنه. و این صداهاشو 400 صدا از همه جای دنیا که ما همطور که گفتم خدمتون تقدیمش کردیم به USC که اونا حفظش بکنن. ولی قتل عام ارامنه در سال 1915 1.5 میلیون تخمین زدن که ارمنی در ترکیه عثمانی از طریق دولت عثمانی کشته شد. دلیلش هنوز نمیدونن، هنوز از نقطه نظر تاریخی یک سوال بزرگه. در سال 1940 هیتلر به 3 از افسرهایی که میخواستن باش کار نکنن به خاطر مسئله کلیمیا و از بین بردن یهودیا، اون برداشت و گفت کی ارامنه یادشه من یهودیا رو از بین خواهم برد. در سال 1975 در کامبودیا کیلینگ فیلد های کامبودیا بود که حدود 2 میلیون آدم از بین رفت. در سال 1995 در رواندا 1.5 میلیون زن بچه رو با مشتی های با این چاقوهای مخصوص کشتن. بنابراین توی یک همچین بخبوهی از تاریخ قرن بیستم، وقتی که 24 آوریل که در اصل پایه‌گذار قتل عام ارامنه است دشمن نزدیک میشد، آقای دکتر بابکنیو که همیشه به من خیلی لطف داشتن در مورد پرژن پرید، ایشون در منزلشون برای من باعث کردن که ما اونجا یه فاندریزینگ بدیم که آگاهی بدیم به مردم که ما میخواییم این پرژن پرید رو داشته باشیم برای نوروز اینجا، که من اینو دنبال دارم میکنم که حتما در لس آنجلس انجام بشه مثل نیویورک. وقتی راجع به کتاب اخیرشون هیومانیتی نات با من صحبت کردن و بعد من کتابو دیدم و ارزش کلیه این کتابو چه به عنوان یک ایرانی، چه به عنوان یک انسان، چه به عنوان یک زن، چه به عنوان یک بشر، من واقعا دیدم کار فوق‌العاده‌ای است و بهشون گفتم بیا یک شبی رو درست بکنیم که انگشت بذاره روی تمام قتل عام‌ها، نه فقط یک قتل عام. درسته که 24 آوریل ماهی که اون قتل عام ارامن است، ولی قتل عام های قرن بیستم و این صدا رو برسونیم به میدیایی که متوجه باشن و به مردم و قلقلکشون بدیم که اجازه ندیم چنین فجایعی دوباره در قرن 21 اتفاق بیفته. آقای دکتر محسن میلانی حضورتون سلام عرض میکنم. با عرض سلام خدمت شما جناب آقای حجازی و شنوندگان و بینندگان عزیز و محترمتون. بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر با محبتی که دارید به برنامه گلگشت و به من، و سپاس فراوان و آرزوی بهترین ها و سلامت کامل براتون، برای اینکه یک کمی هم کسالت داشتید، یک مسئولیت قضایی که امیدوارم سلامت کامل حاصل شده باشه. و من باز هم سپاسگزارم از اینکه دعوت امروز من رو پذیرفتید برای شرکت در برنامه. متشکرم. آقای دکتر میلانی، من سوالاتم رو از نقاط مختلف پر از آشوب خدمتتون عرض میکنم و ساکت مینشینم که بشنوم پاسخهای جناب عالی رو. یکی در مورد روسیه، این داستان اوکراین و این نقشی رو که آقای پوتین داره ایفا میکنه، آیا او در صدد احیای شوروی سابق هست اینطوری که شایع شده، و یا اینکه برنامه‌های دیگه‌ای در سرش هست، یا به طور کلی به چه صورت می‌بینید این جریانی رو که در اوکراین در حال تکوین هست؟ مثل تمام مسائل پیچیده بین‌المللی، به نظر من کارهایی که آقای پوتین در این چند سال اخیر کرده رو نمیشه در چارچوب یک مطلب خلاصه کرد. به نظر من چند نکته در رابطه با سیاست‌های جدید آقای پوتین باید بهش من اشاره کنم. اول از همه اینه که ایشون در حدود یک ماه قبل یک سخنرانی کردن برای مجلس روسیه، و در این سخنرانی که 40 دقیقه طول کشید، دلایل عمده خودشون رو در رابطه با سیاست جدیدشون برای اوکراین اعلام کردن. در این سخنرانی که من توصیه میکنم به بینندگان شما حتما این رو بخونن، ایشون این مطلب رو اشاره بهش میکنه که بعد از اون که جنگ سرد تموم شد و اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت،
غربی ها این رو به عنوان پیروزی کامل برای خودشون و شکست کامل برای روسیه اعلام کردن و شروع کردن به یک سری کارهای سیاسی و اقتصادی انجام دادن که در غایت برای این بود که روسیه را تضعیف بکنه. یکی از این کارها این بود که کشورهای غربی زیر رهبری آمریکا سعی کردن که قدرت سازمان ناتو رو بیشتر از چیزی که قبلا بود به جلو ببرن و خیلی از کشورهایی که قبلا در زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودن رو به طرف نیتو ببرن و این کار به اونجا کشید. آقای پوتین میگه که اینها حتی آمدن در اوکراین در سال 2005 یک انقلاب اورنجی کردن، یک انقلاب رنگی کردن و رئیس جمهور منتخب ملت رو از بین بردن و حکومت خودشون رو آوردن و بنابراین آقای پوتین تصمیم گرفتن که به اصطلاح برن به کرایمیا و اونجا رو که تا سال 1954 قسمتی از روسیه بوده رو دوباره زیر تصرف خودشون بگیرن. بنابراین یه نکته در اینه که پوتین فکر میکنه که غربی ها دارن سعی میکنن با سیاست های جدید روسیه رو قدرتش رو کم بکنن. این یه مطلبه. مطلب دوم سوالی که شما اول کردید که آیا این حقیقت داره که همونطور که خیلی ها میگن اینی که ایشون برنامه داره دوباره اتحاد جماهیر شوروی رو به اصطلاح بیاره رو کار. من فکر نمی کنم. اتحاد جماهیر شوروی دیگه امکان این که این سیستم به وجود بیاد نیست. اما آقای پوتین چندین بار تا امروز تکرار کردن که از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی یکی از بزرگترین تراژدی های قرن بیستم بوده. بنابراین به نظر میرسی که آقای پوتین داره سعی میکنه که روسیه رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی دوباره مطرح بکنه و گرفتن کرایمیا به نظر من در این رابطه است. یکی از آمریکایی های خیلی بازوق و خوشفکر یه نکته قشنگی رو در رابطه با کرایمیا میگه. میگه روسیه بدون کرایمیا یک قدرت منطقه‌ایه. روسیه با کرایمیا میتونه یک قدرت جهانی باشه. بنابراین آقای پوتین داره سعی میکنه که این اتفاقاتی که در این 20 سال اخیر افتاده رو تغییر بده، روسیه رو به عنوان یک نیروی مهم دوباره در سطح جهانی مطرح بکنه و خود روسیه رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای دیگه مطرح نکنه، بلکه به عنوان یک قدرت جهانی مطرح بکنه. متاسفانه من فکر نمی کنم که آقای پوتین در این کار موفق بشه، به خاطر اینکه اقتصاد روسیه اقتصاد بزرگی نیست. درسته که نهمین کشور بزرگ اقتصادی جهانه، اما اندازه درآمد سالیانه روسیه از کشور ایتالیا هم کمتره. اقتصاد ایران تقریبا یک سوم اقتصاد روسیه است. یعنی ایران در سطح 21 بزرگترین اقتصاد دنیا است. عربستان سعودی 19 و روسیه هم اقتصادش بزرگه، ولی بزرگی این اقتصاد بیشتر به خاطر نفت و گازه. اللحاظ غیر از نفت و گازی که شما بیارید بیرون میبینید که اقتصاد خیلی پویایی نداره و یک کشوریه که اللحاظ نظامی قدرت بزرگیه، شکی نداره. یعنی تنها کشوریه در دنیا که هنوز بیشتر از 2000 بمب اتم داره و میتونه آمریکا رو و اروپا رو با خاک یکسان بکنه. و تنها دلیلی که غربی ها خیلی ناراحتی دارن در رابطه با کارهایی که آقای پوتین میکنه همینه. یعنی یک کشوری که از لحاظ اقتصادی چندان مطرح نیست، ولی از لحاظ نظامی خیلی مطرحه. خیلی متشکرم. آقای دکتر اشاره کردید به اون گفته یکی از شخصیت ها در مورد روسیه و اینکه روسیه با ضمیمه کردن کریمیه یه قدرت جهانی میشه. علتش چیه؟ اهمیت کریمیه برای روسیه چی هست؟ من اگر گفتم میشه شاید اشتباه کردم، باید میگفتم میتونه بشه. میتونه بشه، بله. بله میتونه بشه، درست داره. به خاطر اینکه اونجا در بلک سی مهمترین پورت میتونه باشه، روسیه از اونجا میتونه به کشورهای دیگه نفوذ بکنه و نشون میده که روسیه میخواد سیاست خودشو
به اصطلاح اکسپند بکنه، ادامه بده. بله. شما اگر تاریخ روسیه رو نگاه بکنید ببینید که این کارهایی که امروز آقای پوتین کرده، یعنی رفته کرایمیا رو گرفته، الان هم داره شیطنت میکنه توی شرق اوکراین. لغت ایست رو من داشتم ترجمه میکردم به فارسی به اوکراین، به خاطرش اینه که تاریخی اگر شما بکنید روسا خیلی علاقه به دیپلماسی ندارن و بیشتر حمله میکنن و این کار رو با ایران هم کردن در سال 1811 که همون دوتا قرارداد مهم رو بستن با ایران، دو سه تا از مهمترین زمین های ایران رو گرفتن. بعد از جنگ جهانی دوم هم همین کار رو با ایران کردن، با افغانستان هم همین کار رو کردن. یعنی اگر نگاه بکنید این طرز فکری که اینها خودشون رو یک قدرت جهانی میدونن رابطه خیلی مستقیمی به ایدئولوژی کمونیستی اینها نداره. اینا قبل از کمونیست شدن هم همین رو داشتن، امروز هم که سیستمشون کمونیستی نیست همون فکر رو دارن. ولی به خاطر اینکه امروز پوتین اون سیستمی رو که در دوران جنگ سرد دیگه نداره، اینقدر نمیتونه مطرح بشه که قبلا بوده. ولی اگر این کرایمیا رو به نظر من از دیدگاه روسا اگر شما نگاه بکنید، اگر این کرایمیا رو نمیگرفت، این کارها رو انجام نمیدادن، در حقیقت داشتن یک سیگنالی به غربیا میدادن که ما خیلی حاضر نیستیم دوباره جنگ سرد رو شروع بکنیم. ولی با این کاری که ایشون در کرایمیا کرده، داره علنا و روشن به غرب میگه که ما خط قرمز خودمون رو کشیدیم و به شما اجازه نمیدیم که دوره بر ما بیایید خیلی شیطنت بکنید و سر صدا بکنید. آقای دکتر محسن میلانی، در مورد اینکه الان عده‌ای از تحلیلگران معتقدن که جریان کریمیه تموم شده است، یعنی از حزم رابه گذرونده روسیه اون رو، آیا با این صحبت‌هایی که میشه، با این تهدیدهایی که ناتو و به خصوص امریکا مطرح میکنه، رفتن معاون رئیس جمهور امریکا به اوکراین، مذاکره با این دولت موقت اونها و اون شاخوشانه‌ای که ایشون کشید، آیا فکر کنید اینها تلاش مذبوحانه و بیخودیست و یا اینکه ممکنه مؤثر واقع بشه؟ و نه تنها امروز در خبرها البته بود که یه مقداری از مؤسسات دولتی رو که در شرق اوکراین بوده نیروهای اوکراینی پس گرفتن از مخالفین و از کسانی که آمدن و اونها رو اشغال کرده بودند. آیا فکر کنید این قابل برگشت باشه و یا روسیه متوقف بکنه دخالتاش رو در شرق اوکراین، یا اینکه این داستان این رشته سر دراز داره به نظر شما؟ این رشته سر دراز داره به خاطر اینکه من فکر نمی کنم که روسیه از کرایمیا بیاد بیرون، برای خاطر اینکه اینها ضرر عمده‌ای رو دیدن. این تحریم‌هایی که آمریکا کرده در هر صورت ضرر زده به اقتصاد روسیه و آقای پوتین فکر تمام اینها رو کرده بود موقعی که این حمله رو میکنه. ببینید اگر آمریکا و غربی‌ها تصمیم بگیرن که اوکراین رو اجازه بدن یک کشوری باشه که موازه روشن در رابطه با اختلاف غرب و شرق نگیره، یعنی در حقیقت یه مملکت به اصطلاح نوترال بمونه، من به نظرم امکان داره که اختلافات غرب و روسیه یک طوری حل و فصل بشه. اما به نظر میرسه که غربی ها این تصمیم رو ندارن و بنابراین آقای پوتین هم به نظر من ادامه خواهد داد و این ممکنه که بتونه تبدیل بشه به یک جنگ سرد جدید. البته این جنگ سرد مثل جنگ سرد دوران کمونیسم نخواهد بود، ولی به نظر میرسه که آمریکایی‌ها دارن آرام آرام برنامه کانتینمنت روسیه رو به جلو میبرن، یعنی اینکه تصمیم گرفتن در جاهایی که میتونن با روسیه کار بکنن، مثلا در رابطه با مسئله مذاکره با ایران برای مسائل اتمی، در رابطه با اینکه اسلحه‌های شیمیایی سوریه رو از بین ببرن، در رابطه با مسائل دیگه، تا جاهایی که میتونن با هم دیگه کار کنن. ولی اون جاهایی که اختلاف سلیقه دارن، آمریکایی‌ها به نظر من تصمیم گرفتن که روبرو بشن با روسیه و اجازه ندن که روسیه بیاد به اصطلاح چالش بکنه آمریکایی‌ها رو. و
بنابراین این شروع یک فصل جدیده و چندین سال به نظر من طول میکشه که ما ببینیم آیا این تبدیل به یک جنگ سرد خواهد شد یا یک طوری هر دو طرف از خر شیطون به قول معروف میان پایین. ولی اگر غربی ها تصمیم بگیرن که اوکراین رو تبدیل بکنن به یک کشوری که به طرف غرب بره، به نظر من این جنگ ادامه خواهد داد و مصلحت به نظر من در برای غرب و آمریکا خواهد بود که اجازه بدن اوکراین نه طرف غرب باشه نه طرف شرق و یک کشور نوترالی باقی بمونه. آقای دکتر، صحبت از فدرال شدن، یعنی یه عده از مخالفینی که دارن مبارزه میکنن با دولت موقت اوکراین صحبت از یک نوع حکومت فدرال میکنن، این داستانش چیه؟ ممکن توضیح بفرمایید؟ بله، خیلی ها صحبت از فدرال کردن میکنن ولی خیلی ها صحبت از دیسنترالیزیشن میکنن که نمیدونم فارسیش چی میشه. عدم تمرکز. بله، بله. اگر فدرال بکنن، سیستم فدرال در چارچوب اوکراین این خواهد بود که اون به اصطلاح ایالت هایی که نزدیک روسیه هستن در حقیقت میشن قسمتی از روسیه. اینو غربی ها میدونن، اوکراینی ها خودشون میدونن، برای اینکه خیلی از کسایی که در اوکراین هستن زبان روسی رو صحبت میکنن، روسی هستن خودشون. و اگر شما یه سیستم فدرال در اونجا درست بکنید، خود در حقیقت دارید اجازه میدید روسای یه قسمت اوکراین رو زیر سلطه خودشون بیارن. برای خاطر همینه طرفدارای غرب با این مخالفن، میگن ما حاضریم این مقداری بهتون قدرت بدیم ولی سیستم صحبت از سیستم فدرالیز نمی کنن، برای اینکه میدونن سیستم فدرالیز در حقیقت اینه که یه قسمتی از اوکراین رو شما زیر اجازه بدید زیر سلطه روسیه و آقای پوتین قرار بدید. ممنونم آقای دکتر میلانی. آقای دکتر میلانی، در مورد شرایطی که الان پیش آمده و روستبارهای مقیم نقاط مختلف اوکراین، یک مقداری از وضعیت اقتصادی اوکراین اونطوری که گفته میشه ناراحت هستند و نگران هستند، آیا وضعیت اقتصاد خود روسیه به گونه ای هست که این تمایل رو در اینها تقویت بکنه که اینها بیشتر ابراز تمایل بکنن که اون قسمت هایی که زندگی میکنن جزو روسیه بشه دوباره، و یا اینکه روسیه خودش الان از شرایط اقتصادی بدی رنج میبره؟ اینطور نیست؟ درسته، اگر یادتون باشه در اوائل انقلاب بود که وضع اقتصادی ایران خیلی بد بود و اگر اشتباه نکرده باشم یه خبرنگار جوونی میگن که از رفته بوده و از آیت الله خمینی پرسیده بودن که آقا وضع اقتصادی ایران بده، ایشون هم برگشته بود گفته بوده که ما در ایران انقلاب نکردیم به خاطر قیمت پرتقال، بله، خاطر قیمت میوه. نکته که آیت الله خمینی داشت میگفت به نظر من نکته که میخواست بگه اینه که یه سری از کارهایی که کشورها میکنن فقط جنبه اقتصادی نداره، جوابه دیگه هم داره که شاید از مسئله اقتصاد مهمتر باشه. مسئله کاری که آقای پوتین در رابطه با اوکراین کرده، به نظر من اگه شما از دیدگاه اقتصادی نگاه بکنید، کاریه که خیلی‌ها تو غرب دارن می‌کنن، هیچ موقع نمیتونید به دلایل کار آقای پوتین شما پی ببرید. ببینید ایشون امروز 70% روسا طرفداری از ایشون داره می‌کنه، یعنی قبلا یه چیز بود در حدود 55%، الان طرفدارای ایشون خیلی زیادتر شده به خاطر اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنن که کریمیا قسمتی از روسیه بوده و ایشون کار درستی کرده، این کار رو داره میکنه، یعنی یک به اصطلاح ملیگرایی رو دوباره در روسیه داره قوی میکنه. و بنابراین شما فقط با در نظر گرفتن مسئله اقتصادی نمیتونید دلایل سیاست های جدید آقای پوتون بدونید. در هر صورت ضرر خیلی دیدم، رقمی که من شنیدم میگن یه چیز در حدود 40 تا 50 بیلیون دلار ضرر تا حالا دیدم، در حدود 45 بیلیون دلار ایشون پول خرج کرد برای المپیک در روسیه. برابر این درسته که ضرر اقتصادی دیدن، ولی این مسئله براشون اینقدر مهم نیست که مسئله پرستیژ روسیه باشه، مسئله این که آقای پوتین دوباره به عنوان یک رهبر در سطح جهانی مطرح بشه، مسئله اینه که روسیه دوباره به عنوان کسی که داره آمریکا رو چالش میکنه مطرح بشه. اینا مسائل استراتژیکه
و قیمتی رو اینها نمیشه گذاشت. این برای همینه که گفتم طرز فکر آقای پوتین رو شما فقط در رابطه با مسائل اقتصادی نمیتونید ببینید، بلکه در رابطه با مسائل داخلی خودش، در رابطه با اینکه ایشون میخواد این حس ملی‌گرایی رو دوباره در روسیه قوی بکنه، در اینکه میخواد روسیه رو دوباره به عنوان نیروی جهانی مطرح بکنه. قبل از در حدود 2 هفته قبل آقای اوباما یه سخنرانی کرد و در این سخنرانی برگشت گفتش که روسیه یک قدرت منطقه‌ای شده. خب شما خودتون رو جای روسی قرار بدید. تا 20 سال قبل روسیه رو به عنوان یکی از 2 ابرقدرت جهان میدونستیم. حالا کار به جای رسیده که رئیس جمهور آمریکا به روسیه میگه روسیه کشور قدرت منطقه‌ای شده. خب این برای خیلی ها در روسیه دردناکه. و وقتی میبینن که یه نفری مثل پوتین میاد و با برنامه‌هایی که داره قرب نمیگه و داره مبارزه میکنه، خب طرفداریش میکنن. اگه شما برگردید به دوران حکومت صدام حسین، اگه یادتون باشه، خب خیلی هم در کشورهای عربی از اون طرفداری میکردن به خاطر اینکه جلوی آمریکا وایساده بود. این مطلب امروز هم در رابطه با روسیه حقیقت. خیلی ممنونم آقای دکتر. در قسمتی از صحبتتون اشاره کردید به این علاقه سران روسیه یا شوروی سابق به کشورگشایی و به اضافه کردن به خاک خودشون، و اشاره کردید به تجاوزاتی که به ایران شد در گذشته. و الان فکر نمی کنید که، یعنی اگه بخوایم تاریخ رو یه نگاه بیاندازیم، فکر نمی کنید بین کشورهای خارجی که به کشور ما لطمه زدن روسیه مقام والا و بالایی رو احراز میکنه؟ نه خیر، من فکر نمیکنم مقام بالایی رو دارن. بالاترین مقام رو دارن. برای اینکه هیچ کشوری در این 200 سال به اندازه روسیه زمینهای ایرانی ها رو نگرفته. بعد از در دوران کمونیست هم هیچ کسی به اندازه سیستم کمونیستی روسیه ضرر به ایران، چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ اینکه بیان حکومت‌های قلابی در آذربایجان و کردستان رو وجود بیارن، انجام نداده. بنابراین هیچ من کشوری دیگه ای رو نمیتونم فکر کنم که این ضرر داده. به نظر من صدام حسین بله از لحاظ نابودی خیلی بیشتر به ایران ضرر زد، یعنی تعداد کسایی که در جنگ ایران عراق کشتن و اصلا قابل مقایسه نیست با کارهایی که روسا کردن. ولی اندهاز این که زمینهای ایران رو بگیره و حکومتهای قلابی درست بکنه مقام اول رو داره. و به نظر من تاریخ، اگر بعدها تاریخدان ها بخوان تاریخ این 250 سال اخیر ایران رو بگن، به روسیه و عراق به عنوان تو کشوری که به ایران عزیز ما خیلی صدمه زدن یادآوری خواهند. و فکر نمی کنید این صدمه ها ادامه داره با این روابطی که در مورد سوریه همکاری رو، که یعنی در واقع اون چه که الان در سوریه داره اتفاق میفته و همکاری سوریه با ایران، فکر نمی کنید یکی از ضررهایی که به ایران داره میزنه روسیه همین همکاریش در حمایت از حکومت بشار اسد هست؟ این ضرر به نظر من یه مقداری فرق داره با کارهایی که قبلا کردن. بله، کارهایی که قبلا کردن رو در مخالفت با حکومت‌های ایران انجام می‌دادن، یعنی ترکمنچای گلستان. بله. و حکومتی که در آذربایجان و در کردستان درست کردن با مخالفت دولت‌های مختلف ایران. حالا این چه دولت خوب چه بد، امروز جمهوری اسلامی سیاستی رو در رابطه با سوریه داره پیگیری می‌کنه که با سیاست روسیه در حقیقت یکیه. بنابراین من اینو در اون سطح نمیذارم. من اینو بیشتر میگم به خاطر اینکه هم ایران و هم روسیه فعلا الهاز ایدولوژیکلی دنیا رو خیلی مثل همدیگه میبینن و هر دوتایی دارن سعی میکنن که با آمریکا مبارزه بکنن، دارن سعی میکنن که جلوگیری بکنن که دنیا فقط یک بُعد داشته باشه، اینم آمریکا و غرب باشه. و در رابطه با مسئله سوریه، در رابطه با خیلی هم مسائل دیگه هم دارن یه سیاست رو پیگیری میکنن. اما من اینو میتونم بگم که سیاست های روسیه رو اگر شما در این 15-20 سال اخیر در رابطه با ایران نگاه کنید، ببینید که روسیه همیشه ایران رو به عنوان یک کارد برندهی با در رابطه با مذاکراتش با آمریکا استفاده کرده. یعنی اگر مثلا در رابطه با مذاکرات اتمی نگاه بکنید، رابطه ایران و آمریکا، روسا
همیشه سعی کردن که این رابطه که بین ایران و آمریکا هست و اجازه بهش ندن به جایی برسه که دو کشور وارد جنگ بشن، برای خاطر اینکه به ضررشون بود، و اجازه هم ندن که این دو تا کشور اختلافات خودشون رو حل بکنن، برای خاطر اینکه این دعوایی که بین ایران و آمریکا هست یکی از کشورهایی که خیلی از این داره استفاده میکنه روسیه. دقیقاً. و اینم میخوان اینا ادامه بدن. بله. ولی خب این دیگه به نظر من نمیشه خیلی هم اونها رو سرزنش کرد، برای اینکه این سیاست بین‌المللی همینه. احترام به اجازه کشورها سعی میکنن نقطه ضعف کشورهای دیگر رو بفهمن چیه و از اون نقطه ضعف ها استفاده کنن. ایران هم همین کارو داره، تو افغانستان میکنه، تو عراق کرده، تو لبنان داره میکنه، تو سوریه داره میکنه، روسا هم همین کارو دارن میکنن. بنابراین مسئله سوریه رو من یه مقداری در یک به اصطلاح فصل دیگه میذارم تا کارهایی که قبلا اتحاد جماهیر شوروی و حکومت های تزارها کرد. خب الان مثلا یکی از مسائلی که مطرح میشه آقای دکتر میلانی در مورد دریای خزر هست. و بعد از فروپاشی شوروی سابق الان در واقع، البته این رو من نمیدونم، من با آقای دکتر میرفندرسکی که صحبت میکردم معتقد بود که این 13% یا هرچی که الان ایران از بحر خزر رو داره، دریای خزر رو داره، چیزیست که توی قراردادی مدت‌ها قبل تثبیت شده بوده، ولی عده ای الان معتقدن که دریای خزر بین ایران و شوروی سابق 50-50 بوده، الان سهمش شده 13%. آیا در این زمینه اگر درست باشه این صحبت، روسیه رو مقصر نمیدونی؟ روسیه تنها مقصر نیست، برای اینکه کشورهای دیگه هم مقصر هستن. ببینید این که ایران و روسیه باید 50% این رو بگیرن، 50-50 برن، خب به ضرر کشورهای دیگه است. بله. بنابراین این 13% که اینا دارن میگن، هرچند که من دلم میخواد نه فقط 50%، دلم میخواد 100%. بله. اون دریا مال ایران، ولی با حقایق دنیا جور در نمیاد. و شما میتونید انتقاد بکنید جمهوری اسلامی رو چرا این کارو نکردن، ولی من فکر میکنم که حتی اگر رژیم پادشاهی در ایران بود و امروز ما باید مسئله دریا رو حل و فصل میکردیم، ایران بیشتر از 13% به دست نمیشد. آقای دکتر، من یه سوال دیگه در مورد رابطه روسیه با ایران در رابطه با سوریه دارم، و اون این است که فکر نمی کنید الان در واقع هزینه زیادی رو ایران، جمهوری اسلامی داره متحمل میشه به خاطر اینکه یه سری از اهداف روسیه در سوریه جامعه عمل به خودش بپوشونه؟ من فکر می کنم که ایران منافع خودشو داره، دلایل خودشو داره، اون کار رو داره انجام میده، و خیلی هم این دلایل رابطه مستقیم به خواست روسیه نداره. در یه سری هم مطالب اینا دنیا رو مثل همدیگه میبینن. ببینید روسیه هیچ براش مهم نیست که به حزب الله کمک ایران بتونه بکنه یا نکنه، حالا داری میکنه خب به نفعش. ولی ایران در رابطه با سوریه مسئله عمده‌ای که ایران داره در اونجا، مسئله اینه که این اصطلاح کمکیه که از طرف دمشق ایران به سازمان حزب الله داره میکنه. و اگر در خارج از ایران شما نگاه کنید، حزب الله مهمترین مهره استراتژیک جمهوری اسلامیه. یعنی حداقل از زمانی که در اوائل جنگ ایران و عراق چند نفر از شیعه های لبنان مثل آقای نصرالله رفتن ایران و آیت الله خمینی رو دیدن و از ایشون اجازه گرفتن که یک سازمان جدید شیعه رو درست کنه، برای اینکه در اون موقع ایایتون باشه هنوز هم سازمان عمل بود، از اون زمانی که آیت الله خمینی گفتن بله برید جلو و این سازمان رو درست کنید تا امروز، ایران بیشترین خرجی رو که کرده خارج از ایران در رابطه با حزب الله. همینطوره. و بنابراین ایران فکر میکنه که اگر حکومت اسد از بین بره، کمک هایی که ایران داره میکنه به لبنان خیلی مشکل خواهد بود. این یکی از دلایل مهمش. البته دلایل دیگه هم داره که ایران داره در کمک میکنه به اسد، ولی خب روسا مطلب یه طور دیگه میبینن. روسا دارن اسلحه میفروشن به آقای اسد، دارن یکی از تنها کشورهای عربی که امروز هنوز را
رابطه خیلی نزدیکی رو با روسیه داره، اینها نمیخوان دست بدن. در ضمن هم یک قسمت کوچیک از سوریه هست که ناوگان‌های روسی در اونجا هستن، کشتی‌های روسی در اونجا هستن، اونا رو نمیخوان دست بدن. و در ضمن مسئله رابطه نزدیکی که بین سوریه و روسیه هست، روسیه رو در سطح در منطقه خلیج فارس به عنوان یک نیروی مهم میبره جلو. بنابراین خواستهای ایران و خواستهای روسیه یه مقداری فرق داره، ولی هر دو به این نتیجه رسیدن که برای منافع خودشون، برای منافع ملی کشورشون، بهترین کار اینه که به اسد کمک بکنن و اجازه ندن که مخالفین اسد حکومت رو بین ببرن و دردسرهای زیادی برای لبنان و طرفدارهای خودشون در اون منطقه به وجود بیارن. خیلی ممنونم آقای دکتر محسن میلانی. در مورد بریم به خود سوریه، آیا این انتخابات پیش رو که دوباره به طور قطعی انتخابات فرمایشی خواهد بود، نشون خواهد داد که در سوریه عده زیادی طرفدار بشار اسد هستند؟ و آیا با تمام جنایاتی که صورت گرفته در طول این مدت، امکان ادامه حکومت بشار اسد حتی اگر انتخاب بشه به مجددن با این انتخابات باز تکرار میکنم فرمایشی وجود داره؟ ببینید جناب حجازی، من در رابطه با سوریه تا اونجایی که تونستم مطالعه کردم، منابع طرفدار اسد رو خوندم، منابعی که مخالف اسد خوندم، و حقیقتا هم اون جنبندی که من بهش رسیدم جنبندی نیست که فکر میکنم شما و شنوندگان شما خیلی ازش خوششون بیاد. حقیقت اینه که اسد اول این جنگ داخلی که بود طرفدار خیلی کم داشت، حالا به هر دلیلی، یا به خاطر سیاست‌های خود اسد، یا به خاطر اشتباهاتی که آقای اوباما کرد، یا به خاطر سیاست‌های عربستان سعودی، من دلایل شکایتی ندارم. اتفاقی افتاد اینه که این گروه‌های تروریستی یا گروه‌های اسلام‌گرا یک قسمت مهمی از مناطق سوریه رو زیر سلطه خودشون آوردن و شروع کردن یه سری کارهای فجیح کردن که خیلی شبیه کارهای فجیحی بود که آقای اسد کرده، و به خاطر همین خیلی ها در داخل سوریه شروع کردن طرفداری کردن از اسد، نه به خاطر اینکه با اسد خوب بودن، برای خاطر اینکه نگاه میکردن ببینن اگر اینها بره کی میخواد یا اینها رو بیاره. یعنی به عبارت دیگه من اونطوری تا اونجایی که من استنباط کردم، در یک سری از مناطق سوریه، در دمشق و چند تا از شهرهایی که در کوستال لاین سوریه هستن، اگر انتخابات بذارن، حتی اگر انتخابات آزاد باشه، امکان این هست که اسد ببره. چند درصد رأی من نمیدونم، ولی مسلماً اینه که انتخابات اینطوری نخواهد بود که هر کی دلش میخواد شرکت بکنه. ببینید شما ممکنه الان آقای اسد بتونه 45% 50% رأی بیاره، ولی اگه شما انتخابات آزاد داشته باشید و اجازه بدید دیگران هم بیان صحبت بکنن، ممکن اون موقع نتیجه این انتخابات فرق بکنه. آقای اسد به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این انتخابات آزاد باشه، به خاطر اینکه میدونه اگر این انتخابات آزاد نباشه، حداقل این انتخابات خودش خواهد برد، و خیلی هم فکر میکنن که طرفدار داره. اما متاسفانه ایشون چه این انتخابات رو ببره چه نبره، به خاطر اینکه دست ایشون خونیه، به خاطر اینکه ایشون باعث کشت و کشتار تعداد زیادی از انسان‌های بیگناه شده، یعنی 140 هزار تا روس سوری دالا کشته شده، من فکر میکنم بیشتر اینها رو دولت اسد کشته، یه تعداد زیادشون هم این قاتل‌های جانی تروریست کشتن، ولی بیشترشون به نظر من آقای اسد کشته. سازمان‌های حقوق بشر هم تازگی شروع کردن نه فقط به اسد انتقاد کردن، بلکه به مخالفین اسد هم دارن انتقاد میکنن. کشورهای غربی دلیل عمده‌ای که اسلحه فعلا خیلی زیاد ندادن به این گروه های مخالف اسد، به خاطر اینکه میدونن اینها خیلی ها اسلامگرا هستن، تندرو هستن، و حکومت بهتری را از حکومت اسد در اونجا به وجود نخواهن آورد. در هر صورت نکته که من میخوام بگم اینکه حتی اگر ایشون انتخاباتو ببره، در دراز مدت اگر میخواد صلح و آرامش در سوریه به وجود بیاد، آقای اسد چاره‌ای نداره مگر اینکه از قدرت کنار گذاشته بشه. آقای دکتر، برویم به
مصر، و مصر رو به چه صورت میبینید؟ آیا در واقع در حال حاضر قوای غالب به کشور مصر نظامیان هستن؟ از سال 1952-53 که کودتای نظامی شد، پادشاه فروغ رو انداختن و عبدالناصر و ارتشی ها روی کار آمدن، تا امروز همیشه قدرت اصلی دست نظامیان مصری بوده. برای یه مدت کوتاهی زمانی که اخوان المسلمین انتخابات دموکراتیک رو بردن، برای یه مدت کوتاهی ارتش حاضر شد که قدرت رو با نیروهای اسلامگرا سهیم بشه، اما این بعد همونطوری که میدونید به خاطر اشتباهات خیلی اساسی که اخوان المسلمین کردن و به خاطر نارضایتی زیادی که بین مصری‌ها بود و به خاطر اینکه آقای سیسی بسیار قشنگ یه سناریو خیلی قشنگی رو نوشت و انجام داد، کودتای نظامی شد دوباره در روسیه، در مصر، اخوان المسلمین رو از حکومت انداختند و ارتش دوباره رو کار آمد. اگه شما به خاطر داشته باشید چندین بار شما من تو برنامه‌های رادیوتون در رابطه با مصر ما صحبت کردیم، بله. و اگر من اشتباه نکرده باشم و مطمئنم اگر اشتباه کنم شما من تصحیح خواهید کرد، من از اول میگفتم که این یک کودتای نظامیه، بله. بله. و برای روس و برای مصر گرون تمام خواهد شد. حرفم هم تغییر ندادم به خاطر اینکه اتفاقاتی که در روسیه در مصر افتاده هر روز داره ابعادش بدتر میشه. یعنی ببینید حداقل 30-35% دیگه 35% کمتر من رقمی رو ندیدم از مصری‌ها طرفدار اخوان المسلمین بودن. اینا انتخابات رو بردن، انتخابات دموکراتیک، انتخابات آزاد، تنها انتخابات آزادی بود که تو مصر انجام شد. شما نمیتونید بیایید 35% دیگه جامعه رو بیاید بگید آقا رئیس جمهوری که شما انتخاب کردید تروریست بوده. آقای مرسی رو اینا بردن زندان کردن. یکی از جرماش اینه که ایشون مدارک مصر رو به ایران سپاه پاسداران ایران داده. آخه دیگه شما چقدر بیشتر از میتونید مسخره بکنید ملت رو؟ آخه این مزخرفات چیه که میگی؟ ولی دارن میگن به خاطر اینکه قدرت دست این هاست. و اما آقای مرسی که رئیس جمهور بعدی روس مصر خواهد شد، هنوز که هنوز کوچکترین برنامه‌ای رو برای اینکه مسئله مصر رو حل بکنه نداره. چرا اخوان المسلمین این کار اومدن؟ به خاطر اینکه ملت با حکومت ارتش مخالف بودن، میخواستن یه سیستم دموکراتیک به وجود بیارن. و آیا مسئله عمده اینه که آیا ارتش مصر میتونه یک نیروی باشه به خاطر اینکه سیستم دموکراسی رو در مصر بیاره جلو؟ من فکر میکنم که اینطور نخواهد بود. آقای السیسی رئیس جمهور بعدی روس مصر خواهد شد و فکر میکنم که دوران خیلی مشکلی ایشون خواهد داشت، برای اینکه اخوان المسلمین به این سادگی از بین نخواهند رفت، با برنامه های خودشون رو ادامه خواهند داد. امکان زیادی داره که قسمتی از اخوان المسلمین جدا بشن و شروع بکنن به کارهای تروریستی انجام دادن. و از همه مهمتر اینه که دولتی که جدید آقای سیسی به نظر من برنامه اقتصادی درستی نداره، برای اینکه اگر بخواد یه برنامه اقتصادی درست داشته باشه با یه سری کارا بکنه که با منافع ارتش در تضاد هستن. امروز یه دلیل عمده ای که فعلا دولت مصر رو پای خودش وایساده کمک های بلیونی که از طرف امارات عربی و علل خصوص دولت عربستان سعودی به آقای سیسی داده میشه، ولی اینها کافی نخواهد. دولت مصر باید یه سری ریفورم هایی بکنه، ریفورم هایی که جنگ بانک جهانی بهشون توصیه کرده و فعلا اینا انجام ندادن. تا زمانی هم که این ریفورم ها رو انجام ندن به نظر من وضع اقتصادی رو نمیتونن سر سامان بدن، و تا زمانی که وضع اقتصادی رو سر سامان ندن امکان نداره مسائل سیاسی رو خودشون رو حل بکنن. بنابراین فکر میکنم مصر وارد یه مرحله خیلی خطرناکی شده. فکر نمیکنم کسی بتونه آقای سیسی رو بندازه، ولی دوران خیلی مشکلی رو این کشور مهم عربی در این چند سال آینده خواهد داشت. خیلی متشکرم آقای دکتر. ما 30 ثانیه وقت داریم، تو این 30 ثانیه نظرتون چیه که
اخوان المسلمین در همون آغاز وقتی که قدرت رو به دست گرفت مسائل مذهبی و تعصبات مذهبی رو داشت شروع میکرد. فکر نمی کنید اون یه عاملی بود که یه فردی مثل السیسی بتونه این کودتا رو انجام بده؟ من فکر میکنم مهمترین درسی که اخوان المسلمین باید یاد بگیره اینه که جامعه مصر جامعه ایه که اجازه نخواهد داد یک گروه با یک ایدولوژی در اونجا حکومت بکنه. بله. باید گروه های مختلف با ایدولوژی های مختلف قدرت رو با هم دیگه سهیم باشن. و چون اخوان المسلمین این رو قبول نداشت و خیلی انتخابات رو جدی گرفت و آمد یه قانون اساسی نوشت که بیشتر طرز فکر خودشون رو نشون داد، خیلی ها خیلی در مصر ناراحت شدن و برای خاطر همین طرفداری کردن از یه کودتا. من گفتم این کودتا بوده، ولی اینم باید اضافه کنم که یه کودتایی بود که طرفدار میلیونی در مصر داشت. ممنونم آقای دکتر از شرکت امروزتون در برنامه. براتون سلامت کامل آرزو میکنم. تا فرصت دیگری که اجازه خواهید داد در خدمتتون باشم از شما و شنوندگان ببخشید بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز که با من بود امروز. روز روزگار شما خیلی ممنونم جناب آقای. خواهش می‌کنم. روز خوبی داشت. روز شما بخیر. خداحافظ.